برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بخش فنی و مهندسی آستان مقدس عباسی علیه السلام عملیات نصب لوسترهای جدید در سرداب این حرم مطهر را آغاز کردند. علی مجهول محمد مسئول بخش تعمیرات آستان عباسی ضمن اعلام این خبر گفت تعداد این لوسترها 32 عدد هستند که با نصب آنها نور فضای سرداب افزایش خواهد یافت. حوزه علمیه زینبیه در منطقه سید زینب سلام الله علیها در حومه دمشق پایتخت سوریه میزبان برگزاری مراسم 44مین سالگرد شهادت مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی قدس سره بود. تأسیس حوزه علمیه زینبیه یکی از صدها طرح فعالیت و اقدام مرحوم برای نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام بود. در این مراسم که صدها تن از علما، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی و عموم شیعیان حضور داشتند، سخنران درباره سیره علمی و فعالیت‌های مرحوم به سخنرانی پرداخت. طبق گزارش جدید سازمان ملل متحد، لایه محافظ اوزون به آرامی اما مستمر در حال بهبود است و تا سال 2066 میلادی ترمیم خواهد شد. گفتنی است اوزون سیاره زمین را در برابر تشعشعات مضر مرتبط با پوست محافظت می کند. سید عبدالله ارجایی شهردار شهر مقدس مشهد با اشاره به کاهش شدید دمای هوا در این شهر از مساجد خواست درب خود را در این شبها به روی کارتون خوابها باز کنند. وی افزود بر اساس پیشبینی هواشناسی چند روز فوق‌العاده سرد در پیش است و با کاهش بی سابقه دما مواجه خواهیم بود. لذا از همه همکاران درخواست دارم تا در بالاترین سطح آمادگی باشند. حوزه هنر و تئاتر وابسته به بخش توسعه و توانبخشی جوانان در آستان مقدس حسینی جشنواره وفاداری به امام حسین علیه السلام را با شعار خودناجنودن لکرسه دی اوفیا برگزار کرد. این جشنواره شامل داستان نویسی و سرود و مناجات خوانی، نمایشگاه هنری، فولوگرافیک، نمایشگاه فیلم و تئاتر با عنوان لیلتون ضیاء شمر نوشته عدی المختار است. مدیریت ایستگاه تصفیه آب وابسته به آستان مقدس عباسی علیه السلام اعلام کرد که این ایستگاه موفق شد که در سال 2022 میلادی بیش از 1.5 میلیارد لیتر آب تصفیه شده در اختیار زائران قرار دهد. گفتنی است تولید این حجم آب تصفیه شده در نوع خود بی‌نظیر و یک رکورد به شمار می‌رود. منابع شیعه پاکستان اعلام کردند که مولانا حسن مهدی نقوی از علمای شیعه پاکستان درگذشت. وی امام جماعت مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در منطقه استانپوره در شهر لاهور پاکستان بود. کشور اندونزی شاهد برگزاری برنامه ویژه و کم نظیر تحت عنوان زندگی با قرآن است که در آن شرکت کنندگان با مفاهیم مختلف قرآنی آشنا می شوند. به گفته مسئولان این برنامه بیش از 60 دانشجوی پسر و دختر از سنین مختلف در این برنامه قرآنی شرکت می کنند و چند روز از زندگی خود را با قرآن و به صورت قرآنی تجربه خواهند کرد.